جنس تقلبی هم زیاد داریم تو بازار. شما نگاه کنید ما هر چی میزنیم چین فرداش میزنه، نمیدونم هر چی، اصلا هر جای دنیا نمیدونم گوشی میاد فرداش چین میزنه، شلوار میاد چین میزنه. تنها کالای قابل اعتماد چینی جکی جان بود. که سه هفته پیش بد رای کردی به اون سر، یعنی همیشه فن میزد سه نفر هستیم میدونم با این فنش 80 میلیون زرد بخورد. من رفتم مثلا شارژر بخرم، یه خانومی متصدی بود، فروشنده بود، گفتم خانوم ببخشید این شارژری که داریم میدین تقلبیه، لطفا اصل بدین. گفت سارا 22 تهران. گفتم اصل یوم مسنجر داریم میدی، اصل اینو بده. یه شارژر زد تو دهنم، گفت گم شو همه تو مثل هم. چه صافت ها. من بابای من یه روشی داره بدم، روش هندونه واسه فهمیدن جنس اصل از غیر اصل. مثلا هندونه رو میگیره دو تا میزنه زیرش، میگه تپ تپ، میگه این هندونه خوبیه. اینو واسه همه چی استفاده میکنه. مثلا کفش که میگیره دو تا میزنه زیرش، میگه تپ تپ، کفش خوبی. گوشت که میخریم دو تا میزنه زیرش، میگه گوشت خوبیه. رفتیم آره قطعو منحرف نمیشون، منو میبرم بابا، من دارم. آره رفتیم زمین بخریم، دید چیزی نیست بزنه زیرش، دو تا زد زیر بونگاییه. بعد گفتم ماما چی کار میکنم؟ گفتم شلوار بنده خدا خاکی بود. واسه همین من از یه دختر خانم خوشم اومده بود، میترسیدم با ماما واسه تحقیقات بفرست. بعد عرضم به حضورتون که آره ابر قهرمان هم نداریم. شما نگاه کنید تو اروپا بتمن دارن، اسپایدرمن دارن، سوپرمن دارن، ما آقای ایمنی. یه بچه 7-8 ساله دو تا دندون جلوش سالمه، توصیه ایمنی میکنه. تو خود دهنت سرویس شده چه داری نمیده؟ یا مثلا بابا برقی، یه پیرمرد 70-80 ساله سیبیلا کلوف، لباس زرد و قرمز میپوشه، ریشاشو از ته زده، اصالتا هم قزوینیه. بعد میام یه چراغا رو خاموش کن، من تو رو میبینم تلویزیون رو روشن میکنم. این از من یکی میگه میگفتن تو قضای دانشگاه کافور میزن. دانشجو واسه سه چیز می جنگن: وطن، پژوهش، ژتون جوجه. من خودم یه بار تو دوران دانشجویی به خاطر گوجه کنار جوجه اعتصاب کردم. یکی از مسئولین اومد گفتش که سردمدار معتصبین کی بوده؟ گفتم صبوری. یه لغت زد زیر گوجه ها. گوجه میدیدم، مامانم بابام داداشم رو گفت میدیدم میگم من قبول میکردم. تو آزمایشگاه کار میکردم، یه بار یه بنده خدایی میخواست آزمایش ادرار بده، یه لیوان آورد تهش 3-4 قطره بود. گفتم کی بخوره که نگاه کنه؟ گفت کمه ما و کرمه شما. گفتم نداره شما 3-4 قطره ریختی؟ گفت این تسته، بزن اگه خوشت اومد یه یکانیم دیتی با ست کنیم. گفتم اگه آمنها داریم. بعد ما خطای پزشکی هم خیلی زیاد داریم. این مثلا من خودم یه بار آزمایش خون دادم، دیدم باردار هم. رفتم مرخصی زایمان بگیرم، اخراجم کردم. بریم سراغ دانشجو. دانشجو تو کشور ما یعنی 5% کوشش، 7% تدبیر و 88% کافور. چشمی هم زیاد داریم. نگاه کنید تو امریکا برق که میره، طرف میدونه 2 دقیقه دیگه برق میاد، میشینه رو کاناپه استرسوشو میخوره. ما تو ایران برق که میره اولین واکنشمون اینه برو ببین مال همسایه‌ام رفته یا نه. لوله آب
میتر که سخت داره میاد پایین میگه برو ببین مال اونم مال پایینه. من با بزرگم فوت کرد با اون گفت برو ببین با بزرگ ما فوت کرد. آره بچه رو یه ذره سیستر اگه صدا برسه. آره یه بار میام اونجا اجرا میکنم برای خود. اگه آدرس بدی شب میام خونه. آره